برنامه لایو اینستاگرامی رادیو گیلان به ما تهمت زده شد. شما هیچ میدونید که این خانم شهناز تهرانی اون روز تو خونه همین آقا نشسته بود که شاهزاده زنگ میزنه؟ ایشون تو خونه کسی نشسته بود که عامل سازمان اطلاعات سپاس. درود بر شما عزیزانم، هموطنان گل و نازنینم. اتفاقاتی افتاده که من رو بر این داشت که من با شما به گفتگو بشینم. در برنامه لایو اینستاگرامی از طرف رادیو گیلان جناب آقای پیمان بهبودی راجع به بنده صحبت‌هایی کردند که طرفداران من رو متاسفانه عصبانی کرده و من رو برای این داشت که من جلوی شما، جلوی این دوربین کوچیک بنشینم و آنچه که اتفاق افتاده رو با سند و مدرک به شما ارائه بدم. جناب آقای بهبودی فرمودند که من این رو نوشتم که دقیقاً از گفته های ایشون صحبت کنم. ایشون نوشتن که روزی که شاهزاده رضا پهلوی به شهناز تهرانی زنگ زده و صحبت کردن، شهناز تهرانی در منزل شخصی بوده به نام علی مرشدی که این شخص یعنی آقای علی مرشدی مأمور اطلاعات سپاهه. شما یادتون شاهزاده لطف کردن به خانوم شهناز تهرانی یه روز زنگ زدن، یادت هست که احوالشو پرسیدن، حالت خوبه، چیکار میکنی، چندی بودی مریضی، الان بهتر شدی، چیکار بکنید و فلان. شما هیچ میدونید که این خانوم شهناز تهرانی اون روز تو خونه همین آقا نشسته بود که شاهزاده زنگ میزنه؟ ایشون تو خونه کسی نشسته بود که عامل سازمان اطلاعات سپاست. عزیزای دلم، اینجا این محیط، محیط خونه منه، زندگی منه. بارها شما دیدین خونه رو، تور خونه رو من به شما نشون دادم به خواسته شما مردم عزیزم. دقیقاً میدونین که من چگونه زندگی میکنم و دقیقاً همین جایی که من الان نشستم خدمت شما محلیه که من با شاهزاده رضا پهلوی لطف کردن به من زنگ زدن و من در گفتگو نشستم و این محیط برای شما بسیار آشناست. پیشنهاد میکنم که بریم یوتیوب و یک بار هممون با همدیگه دوباره گفتگوی من و شاهزاده رو ببینین تا بتون اثبات بکنم که من منزل شخصی نبودم و در خانه خودم نشسته بودم که دوستان عزیزانی، دوستانی هم کنارم بودن که همه با هم شوک شدیم با شما با تلفن شاهزاده. بریم یوتیوب رو ببینیم و برگردیم. الهی من قربون شما برم، الهی من قربونتون برم شاهزاده، الهی من قربونتون برم شاهزاده. بدونید که من حرفتون رو شنیدم، واقعا خیلی جا خوردم در اون برخورد واقعا زشت و زننده و فکرم با شماست و فقط بیارین، چون اینجور چیزا متاسفانه هست و یه ده خوب بغض دارن، عقده دارن، کینه دارن، ولی خب شما یه عمری نقش خودتون رو ایفا کردین، الان هم دارین ایفا میکنید و بدونید که من با شما و دیگر دوستانی که عاشق مملکتشون هستن همراه هستم و پشتیبان یکدیگر است. خب رفتیم دیدیم این برنامه گفتگوی من و شاهزاده در 26 ژانویه در یوتیوب آمده و من در اون فصل
در اون زمان در گرجستان بودم، خونه خودم بودم، همین جایی که الان هستم، منزل شخصی نبودم. من 3 ماه در آلانیا بودم در استدیوی پرتحرک فور یو با آقای علی مرشدی، برنامه های شو تلویزیونی بانو شو داشتیم که از خاطرات سینمای من صحبت شده و مردمم کماکان دوست داشتن. پس بنابراین من در اون تاریخی که ایشون ادعا میکنن در گرجستان بودم، نه در ترکیه و آلانیا. خدمتتون عرض کنم که مسئله دوم که بسیار بسیار حائز اهمیت هست اینه که ایشون فرمودن که بعد از این که شاهزاده صحبت کردن تلفنی با خانم شهناز تهرانی، ما میدونیم که خانم شهناز تهرانی چه کارا که کردند. حالا بعد از این که اون تلفن قطع شد، شاهزاده با ایشون صحبت کرد، شهناز تهرانی چه کارها اینجا کرد دیگه نمیتونم خیلی چیزها رو بگم. خب بعد اون جمع کم میشه، کوچیک میشه، کوچیک طرف ما شناسایی میشه، نمیتونم بگم. به هر حال باید آدم رعایت خیلی چیزها رو بکنه. جناب آقای پیمان بهبودی، من از شما تمنا میکنم آنچه که در مورد من مدرک دارید لطفاً رو کنین. ما خیلی نگران این قضیه هستیم و پیشنهاد میکنم که ساکت ننشینید و به من و به مردم، به طرفداران من، به اونایی که با نیک صفتی روبرو هستند بفرمایید که من بعد از گفتگو با شاهزاده چه کارایی کردم، چه روابطهایی رو داشتم که نمیشود منابمون رو لو بدیم. فقط به من لطفاً لو ندیم، فقط ثابت بکنین که من چه کارایی کردم. پیشنهاد میدم به تو عزیزا، مردم خوب ایرانم، نازنینانم، از شما تمنا دارم، از شما خواهش دارم، با هیچ کس، با هیچ انسانی روی زمین، با هیچ فردی ارتباط ناملایم نداشته باشید. حرفی بزنید که سندی نباشه که آبروتون بره. دوستان خوب من، شما الان با این سندهایی که من خدمت شما دادم، نشون دادم، به شما ثابت شد که من در اون تاریخ 26 ژانویه در منزل خودم نشسته بودم، تلفن زنگ خورده با شاهزادم صحبت کردم. من در ترکیه و آلانیا نبودم. جناب آقای بهبودی عزیز، شما خیلی راحت تهمت میزنید به مردم و این برای شما خوب نیست، چون طرفدارانتون از دست میدید. و چه خوبه که آدم مردم رو آگاه کنه، نه اینکه گمراه کنه، و کار شما جز گمراهی چیز دیگری نیست. مردم عقل دارن، هوش دارن، چشم دارن، بینا هستن، دانا هستن و همه چی رو تشخیص میدن. متاسفم براتون که همه حرفاتون بی سنده. متاسفم براتون. میریم یه بار دیگه تور خونه من رو ببینید. دوستتون دارم، عاشقتونم. من در اینجا در محل اثبات جنایت هم مدرک جرم، اینجا مدرک جرم. من با شاهزاده گلم قربونشون برم الهی صحبت کردم و متاسفانه از طرف
رادیو گیلان، آره دیگه گیلانه دیگه، نه آره برنامه لایو اینستاگرامی رادیو گیلان به ما تهمت زده شد، شما میدونید و رادیو گیلان عاشقتونم، دوستتون دارم، مرسی که همیشه هستید. خب اینجا محل جرمیه که من با شاهزاده صحبت کردم ولی متاسفانه تهمت به هم زدن. اینجا منزل منه، یه بار دیگه تور میذارم، اینجا خانه منه و معمولا اینجا میشینم پنجشنبه با تون حرف میزنم. خونم خیلی کوچیکه ولی خیلی باحاله، بیشتر از اصفهان و نصف جهان توش تزیین شده. بعد اینجا زندگی اینجاست، کتاب دارم، کتاب حافظ دارم، سعدی دارم، باب طاهر عریان دارم، شاهزاده دارم، جاوید شاه دارم، حجی جون دارم، خواهر خوشگلم و عارف عزیزم اونجاست خدمتتون عرض کنم، سنگ پای قزوینم دارم. من زندگی میکنم با اینا، کوسنای ایرانم، اینم بچه های من به عشق نواهام اینجا گذاشتم، سپادشاه منه که ایران سازم، سپادشاه ایران ساز. بعد خدمتتون عرض کنم که پرچم ایران منه، عشق منه، چشم منه، ناموس منه، پرچم ایرانم از ایران اومده، حتی پایش هم شیر خورشیده. اینجا باز محلیه که خانه مهر عشق، اینجا پدر مادرم هستن، دخترم، شاهم، شهبانوم، شیر خورشیدم، تسبیحات اون بالا، تمام عتیقه مال شیر خورشیده، کوروش، کلاه پری خوشگله است، فیلم پری خوشگله، کراوات شاهنشاهیه، این منم، سلام. اینجا پرچم روی شونه منه و اینجا اینو گذاشتم اینجا که خاندان پهلوی من چشم نخورن، چشمشون کور باد، هر کس که بد خاندان پهلوی رو میخواهد چشمشون کور باد. خلاصه این یه زندگی کوچولوه که من دارم، یه دونم قلیون اشرفی دارم با اجازتون، مشتی خوشگل، اینجا خونه منه، من در همین فضا نشسته بودم که با شاهزاده قلبم صحبت کردم. شاهزاده قلب مهربونتون رو میبوسم، شما همه کس ما هستید، پدر تاجدار ما هستید، برای ما ارزشمندید، پایدار باشید، خاندانتون پایدار باشه و شهبانوی ایران رو خداوند به ما ببخشن، سلامتی بهشون بده خداوند و جاوید شاه و ملت پرغرور ایران و ایرانی. دوستتون دارم، با امید دیدار تک تکتون در زیر آسمان آبی ایران. خدا نگهدار.